بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نور ایمان آفرید در شب تاریک بنگر، ماهی تابان آفرید با ملائک گفت آن دم، آدمی را سجده کن. توق لعنه در جهان از بحر شیطان آفرید. آن خداونده که در دل نور ایمان آفرید، در شب تاریک بنگر، ماه تابان آفرید. الله برات میگه، اونجا امر میکنه برات که برازی میراث بده، برازی زن مسلمان، بر خواهرت، از حق پدرت. اگه تو دو جریب زمین میگیری، یک جریب برازو بده. اگه تو دو لک میگیری، یک لک برازو بده. برازو چال جور میکنی، او را بازی میتی و او را فریب میتی و او بیچاره خانه نداره و خود خانه کرایی زندگی میکنه و خودت خانه شخصی هم داری، حج هم از پیسه حق مردم میخیزی میری و باز میای به خدا دعای شیخ بر سیسا خدا شیخ دعاگری بکنی. پیری دهقان آفرید آن خداونده که در دل. هر کس میگه من مسلمان هستم، من موقف مثبت است، من دوست الله هستم، از الله هست، کتاب الله پرسان کن که کتاب الله بیان میکنه که دوست الله هست. آن خداونده که در دل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و على آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلسله درسای فکری که ما شما داشتیم، تقریبا در هفته گذشته موضوع ما این بود که انسان با فکر برنامه می داشته باشد. با سر از این صحبت کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم، که انسان با فکر و مسلمان با فکر، مسلمانی که فقط احساساتی نیست، یعنی دوستای ما که نیومدن، ما این درس را به خاطر از این شروع کردیم که یک تعداد از مسلمان ها، یک تعداد از جوان ها هستن، اونا احساساتی برخورد میکنن. یک تعداد از انسان ها هستن که همیشه از شکست خود گپ میزنن. یک تعداد انسان ها هستن که همیشه از قوت دشمن گپ میزنن. اما انسان های با فکر، انسان های با اندیشه، می فهمن که قرآن از نشان میگه که و تلک الایام نداولها بین الناس. روزهای زندگی که است، این روزهای زندگی مثل چی است؟ همین دوله عرد واره. یک دوله پر میشه، دیگهش خالی میشه، دیگه پر میشه، دیگه خالی میشه. احیانا نصرت و پیروزی در نصیب مسلمان ها هست. ان تنصر الله ينصركم. الله جل جلاله را نشان داده و گفته که اگر شما نصرت الله را بکنین، نصرت دین الله هست منظور، اگر شما نصرت دین الله را بکنین، الله شما را نصرت میکنه. و مثالش هم خدمت دوستا گفتم که شما دو غزوه را ببینید، غزوه بدر و غزوه احد. در غزوه احد، در غزوه بدر، مسلمان ها
اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم 100% تطبیق کردن. 100% تطبیق کردن. ای که منافقین یا یهودی ها یا مشرکین چی برنامه دیگه داشتن؟ لیکن گپ سر از این بود که مسلمان ها مطابق ارشادات رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردن. و حتی اگر احیانا در بین مسلمان ها سر کدام مسئله، سر کدام موضوع اختلاف نظر پیدا می شد، سعی کنین حتما یک اختلاف نظر در یک مسئله پیدا می شه، ادب محاوره و ادب گفتگو را مراعات می کردن. در مقابل ما نص قرآن قرار داره، در مقابل ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار داره، پس ادب مراعات میکرد. یک صحابی میامد از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان میکرد که مثلا ای رسول خدا، امی جایی را که انتخاب کردین شما برای مبارزه، برای جنگ با دشمن، امین موقعیتی را که شما انتخاب کردین، امین موقعیت، صحابی مبارک با سکرین ادبه. امروز که ما و شما اهل سنت خفه نشین، اتحاد نداریم، اتفاق نداریم، حتی حکومت اسلامی نداریم. چرا؟ به خاطر ازی که در مقابل علمای خود بسیار بی‌ادبی میکنیم. عالم انسان است و معصوم نیست، از پیشش اشتباه میشه، درست است، ما به اشتباهات خود کل هیچ کس ادعا نکرده که ما اشتباه نمیکنیم، لکن آیا یک اشتباه عادی یک عالمه به می اندازه انسان با اسلوب زشت و حقیرانه و توحید آمیز و کلمات بسیار زشت باید امراهش برخورد بکنه؟ و یا بیا از پیش پرسان کنه که والا مولوی سه محترم یا استاد محترم، اینی قسمت من در سخن شما درست نفهمیدم، مقصدتان چی هست؟ و اگر یه کس اشتباه کرده بود میگه بله سه، من واقعا در این قسمت اشتباه کردم، الله مرا عفو بکنه. صحابه کرام ادب مراعات کردن، آمدن در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفتن که یا رسول الله، ایجای را که تو انتخاب کردی وحی آسمانی است یا اجتهاد شخصی خودت است؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعضی حالات برش حکم وحی میامد قاطع، در بعضی حالات اجتهادات شخصی خودش می بود که اگر اجتهادش درست می بود تایید می شد، و اگر از پیشش لغزش می بود فورا برش آیات قرآن میامد و جبریل امین میامد و برش می گفت که اینی کاری را کردی، ای را باید نمی کردی و دیگه نکو. مثل مثلا حادثه امرای عبدالله ابن مکتوم، عباس و تولا، انجاه الاعما. آمدن صحابه کرام به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک صحابی بارا گفت که پیغمبر خدا، آیا می چوه را که انتخاب کردی وحی آسمانی هست، اختیار امی مکان، پس ما هیچ گپ نداریم. چون وقتی که الله جل جلوه یک چیز را حکم کرد، حمایت از جانب از او هست و علم الله علم غیب است، عواقبش کلش می فهمه. و یا اختیار امی جای کارش اجتهاد شخصی خودت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اجتهاد شخصی خود من هست. پس برشی صحابی مبارک گفت که این موقعیت استراتژیک عسکری جنگی مناسب نیست، پس جای مناسب اون جای دیگه هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق اینمی نظری که این صحابی مبارک داشت و خبری که در مسائل عسکری داشت قبول کرد و سوق الجیش مرکز امو منطقی جنگ تغییر دادن. و در مسئله جنگ خندق ما شما ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مشوره کی میکنه؟ سلمان فارسی میکنه.
و الحرب و خدعه جنگ هست، مسئله خدعه هست. خدعه معنایی عزیز که برنامه هست، دشمن فریب دادن دشمن است، حالت جنگ است. باید برنامه هایی داشته باشه که دشمن غافلگیر شوه و سبب شکست شوه. اینال مسلمان ها، مسلمان های با فکر از خود برنامه دارن، از خود برنامه دارن. این برنامه های از اینا گفتیم که اول برنامه انسان مسلمان، در هفته گذشته سرش بحث کردیم که اول برنامه خودسازی داره. ما مشکل اساسی ما که نمیتانیم که حکومت اسلامی درستی داشته باشیم، مشکل خودسازی کادرهای مسلمان است. شخص مسلمانی که خود مسلمان میگه خودش خود خودسازی نکرده. خودسازی معنایش این است که اول در مسائل اعتقادی حق الله جل جلاله است که ما در ذات از او، در صفات از او، در عبادت از او، در قانون از او کسی دیگه را شریک نسازیم. ولی متاسفانه کسانی که خودسازی نکرده بودند و نکردن، وقتی که به نام مسلمان خودش می در یک جای میشینه، ضررش از نفعش کده بیشتر است. یک جوان هفته گذشته از یک ولایت پیش ما آمد، گفت ما یک تعداد از جوانا را تربیه کردیم، دعوت کردیم و یا را آوردیم در داخل مسجد که عالم ما بر از اینا صحبت بکنن. خب کار خوب کردیم. گفت ما یک گله داریم، یک مشکل داریم، یک شکایت داریم. گله و مشکل تان چی است؟ گفت عدم عفت زبان است. عالمی که برای ما صحبت میکنه عفت زبان در نظر نمیگیره. پس معلوم میشه که یه عالمی که صحبت میکنه یه خودسازی نکرده، زیرا مسلمان اول باید خودش عفیف اللسان باشه، زبانش باید بسیار پاک باشه. حق نداریم ما و شما، حق نداریم که بوت اون دور دشنام بتیم. ما حق نداریم از دیدگاه اسلام، حق نداریم برادر عزیز. ما تو حق نداریم که اگر یک نفر قرآن ما و شما را یک بیدین در داد، ما حق نداریم که کتابهای مقدس مذاهب و ادیان دیگر ما در بتیم. از نگاه اسلام ما حق نداریم، ما حق دشنام نداریم، حق نداریم که کافر دشنام بده. چرا اکثریت زنها در روز آخرت در دوزخ میرن؟ یکی از علتش ایست که اینا یکثرن لعنه، زیاد لعنت میگن، زیاد دشنام میدن. طفلک معصوم شد برای طفلک معصوم میگه این بر پدرت نالت، میگه نمیگه؟ اینال اینمی کلمه که به یک طفل معصومه که دشنام میته، ای خدای دی تباکه، شما که خورده بگه، ای خدای دی دسته که، ای خدای دی غرقه، ای خدای دی لعنت که. چون اینا لعنت، اللعنو اطردو من رحمت الله، لعنت کردن یک نفر از رحمت الله ترد کردن است. و در تفسیر آیات احکام شما بخوانین در مسئله لعن که است، بعضی از علما میگن که حتی انسان حق نداره که کافر زنده را لعنت بگه. چرا؟ میگه به خاطر از اینکه کافر زنده را دعا بکو که مسلمان شوه. اگر تو لعنت کدیش از رحمت الله ایره کشیدی و رضایت به کفر داری که کافر بمیره، و رضایت به کفر کفر است. پس وقتی که انسان در قسمت یک کافر زنده میگه کافر مرده که با کفر مرده و ثابت است که با کفر مرده، مثل ابو لهب و ابو جهل
و فرعون و هامان و شداد و نمرود بشه کنار یک کسی لعنت بگوین. اما در قسمت زنده باید احتیاط بکنی. پس شما سعی کنین که وقت ما برای یک کافر زنده علما میگن احتیاط کنین، لعنت نگوین، مسلمان لعان، صحابه کرام میگفتن که رسول الله صلی الله علیه و آله لعان نبود، لعنت گوی نبود. پس این کسایی که لعنت میگن و شاگردای خدا به لعنت گویی عادت میتن و در زبانشان 24 ساعت لعنت هست و دشنام میتن و تو جاهل هستی و تو احمق هستی و تو خبیث هستی و تو لوده هستی، این انسان ها خودسازی نکردن. پس خودش به دعوت نیاز داره، دعوتگر خودش به دعوت نیاز داره که اول خودش اصلاح شود. اول خودتی باید اصلاح شود، خود جور بکنه. پس از این خاطر ما و شما کسانی که میخواین که مسلمان با فکر و با اندیشه باشن، ما امرای مسلمان های احساساتی، انسان هایی که برنامه ندارن، اگر میخواین که به حق خود داخل بکنن، دلشان مخالفت میکنن، تعصب میکنن دلشان، اما میگم برای برادرای عزیزی که با فکر میخوای زندگی بکنی، از این خاطر اول باید خودسازی بکنیم. و خودسازی است که از خود پرسان کو که آیا عقیده توحید درست داری؟ اگر نداری برش چی برنامه داری؟ چی برنامه داری؟ باید بیای بگوی استاد بین ولاسه ما در مسائل عقیدتی مشکل داریم، بعض سوالات داریم، علاوه درسای فکری را شروع کو، درسای عقیده را ما یک دو ماه سه ماه باید درس عقیده بخونیم، به خاطر از اینکه در مسائل عقیدتی انسان زود به دوزخ میره. پس باید خودسازی از دیدگاه عقیده شود. خودسازی آدم خود اول از نگاه اخلاقی. یک نفر است والا کتششتر بودیم، فلانی بسیار خوب آدم است، جزاک الله خیر، فلانی بسیار خراب آدم است، خوب زنده باشی، فلانی اوتر است، فلانی اوتر است. ما گفتم خفه نمیشی؟ گفت نه. گفتم بگی خودت هم یه درای گیری پر تو که از اخلاق خودت چند نفر، و هیچ کسی رو نشدیم که بگویه که خود از یه اخلاق خوب داره. خوب دیندار است، سبحان الله الحمدلله اله الا الله، یک دفعه صاحب گشجم واره سر تو نش میزنه. درست است، ما مثلا صد مرتبه گفتیم راستی دیش شما خداوند اگر نمره بگیره یک چل نمره میگیره، دیش شما ریش به سنتی برابر که یک قبضه باشه نیست. و ما خودم میگم که الله جل جلاله توفیق بده مریض خدا یک قبضه بانم. منتها از حرام برآمدیم، چون کل کردن حرام است و مشابهت است با غیر مسلمان ها، مشابهت است با طبقه اوناست، اما گذاشتنش سنت است و سنت تکمیل درستش یک قبضه است. الله بر ما توفیق بده. لیکن آیا درست است که یک نفر بخیزه بیای مستقیما با بسیار شد ریش خور رفته بودی استاد بخیلم؟ یعنی دعوت همین قسم میشه، همین قسم میشه. به هر صورت یک روز که شیشتر بودیم که صدیق افغان، صدیق افغان دیشه خدا بود چپ تراش کل کرده بود، ما دیگه شیشتیم خود صدیق افغان و مواقفش معلوم است، آدم بسیار شجاع دلیر و الحمدلله در بسیاری حالات که است همیشه صدایش بلند است، همیشه تانسته که مثلا در مقابل کفر برای کافر بگه که تو ظالم هستی، همیشه اینمیش مرا خوشم میه از صدیق افغان، همیش شجاعت و دلیری و قوت ایمانش خوشم میه. در اگمه سر شیشتر بودیم یک کس آمد سرش اعتراض کرد، ای طب که اعتراض کرد ای دیگه جان مقابلش خوب دیگه ریش دار است، لکن ریش خدا مانده، لکن در برنامه های غرب و امریکا یک همک دم شور میده. صدیق افغان گفت که تو چه قسم مسلمان هستی؟ ریشت کل هستی؟ تو راست یک دفعه صدیق افغان برای گفت که آقا من که ریش کل زد امریکا هستم، تو که یک بلس ریشت غلام امریکا هستی، برو من که ریش کلم شاید در جنت برم، لکن تو برای خود که یک بلس ریشت در دوزخ میری. پس انسان مسلمان اول باید بر عقیده خود
بر اخلاق خود خود خودسازی بکنن. ما چقدر باید اخلاق خود از دیگران پرسان بکنیم؟ ما چطور هستم در اخلاق؟ اگر خدا رای گیری بکنم چند نفر میگه که واقعا تو اخلاق درست داری؟ از این خاطر بسیاری کسایی را بد اخلاقی دعوتگرای اسلام بسیاری کسا را از اسلام متنفر ساخت. یک دفعه خیز بزن، یک دفعه دشنام بده، یک دفعه ما تو حق نداریم. ببینیم الله جل جلاله و رسول الله چی میگن. قل بگو ای پیغمبر، هذه سبیلی، اینمی راه راست راه من است، اینمی قرآن و سنت راه من است. ادعو الی الله، ما دعوت میکنم به الله. چه قسم دعوت میکنم؟ علا بصیره چی مانا؟ یعنی به آگاهی. یکی بصارت است، حس بصره است، و یکی بصیرت است. یکی با چشم دیدن است، یکی با بصیرت است، با فهم و درک. ما قرآن را میفهمم، حدیث را میفهمم، جامعه را میفهمم، قدر مردم خود را میفهمم، قدر مسلمان را میفهمم با بصیرت. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله در وادی دعوت خود با همراه یک کافر در وقت دعوت ادب و اخلاق 100% مراعات میکرد. یک کس آمد پیش هارون رشید گفت یا امیر المؤمنین، گفت اهلا و سهلا، گفت می خواهم که تو را دعوت بکنم، یک چند سخن تند برات بگویم. هارون رشید آدم بسیار با فکر، آدم بسیار با شخصیت. عصر هارون رشید عصر تمدن اسلام بود، چرا که رهبر متمدن با فهم. بخنده برش گفت، گفت که برادر جان، الله جل جلاله یک دو کسی را که از تو کده بسیار رتبهشان بلند بود پیش یک کسی فرستاد که از ما کده بسیار رتبهش پست بود، لکن برشان گفت وقول له قولا لینا. دو نفر که روان کرده بود، موسی علیه السلام و هارون علیه السلام، پس این دو نفر از تو که رتبهش بسیار بلند بود و اونا را برای کسی روان کرده بود که او رتبهش از مکه بسیار پایین بود. من مسلمان هستم، خلیفه مسلمان هستم، و او یک پادشاه کافری که دعوای خدایی میکن. الله بر از اونا گفت که برو قول لین بگو. تو چی کار هستی که حالا میدی برای من سخنتون میگی؟ اناله آرون رشید خواست این نفر بود، یک تو اول خودسازی کو از قرآن خودت با خبر بساز. اناله انسان مسلمان در اعتقادات، در اخلاق، در معاملات. یک روز یک تجار مسلمان بر من گفت، گفت برادرای عزیز، سون قواره و چیری مردم سیل نکو و حکم نکو کی با تقوا هست. سون قواری مردم تو کت شک معامله کو، باز اگر در معامله غلطی و فریبکاری نکرد اونو وقت آدم مسلمان واقعی است. کت چند نفر معامله کردی که از نگاه معامله پولی با صداقت امرای تو برخورد کرده؟ امروز بسیار کساست که تقوایشان به خاطر چی در دوزخ میرن. در مسئله میراث به نهایت خیانت است در افغانستان، و این خیانت بسیار انسانای با تقوا میکنه، چون با فکر و با ایمان نیست. چند نفر است که خواهر خود فریب نداده در میراث؟ چند نفر است که خوارزاده هایش به خاطر ندادن میراثش از مامای خود متنفر است؟ خودش جیبکایش پر است، برای خوارکش یک چار لک یا پین لک میرسن، دیگه برای از او پلان میسنجه. خوارجان، خورجانی، کرواندشم، اگه امی میراسکتا به ما میلیونر و تو غریب، جواب الله را اینمی انسانایی که خدا باز در صف اول مسجد و در تقوا بسیار خدا پیش گرفت در کجا میرسن؟ ولی اگه از میراثت برای من یک چند رپنتی باز من ترا میراث بودم، باز من حج رفته نمیدارم، حج تو را الله قبول میکنه؟ تو از پیسه حرام حقی که از دیگه الله برات میگه
اونجا امر میکنه برات که بر از این میراث بتی بر از این زن مسلمان بر خواهرت از حق پدرت. اگه تو دو جریب زمین میگیری یک جریب بر از او بتی، اگه تو دو لک میگیری یک لک بر از او بتی، بر از او چهال جور میکنی، او را بازی میتی و او را فریب میتی و او بیچاره خانه نداره و خود خانه کرایی زندگی میکنه و خودت خانه شخصی هم داری، حج هم از پیسه حق مردم میخیزی میری و باز میایی به خدا دعوای شیخ بر سیسا خدا شیخ دعواگری میکنی. کجا کجایش کجا؟ از این خاطر بسیاری کسا در میراث خیانت است. در زمین غصبی نماز میشه بابا پرسان کن از علما، خانه مردم غصب میکنی، میفهمی که حقت نیست، صحیح است که زور داری، صحیح است که چاله یاد داری، صحیح است که فریب یاد داری، صحیح است که بیابیل یاد داری، لیکن در روز آخرت تو نمو انسانای مظلوم در مقابلت استاد میشه و برات میگه که پروردگارا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله کرد، گفت که مسکین کی است؟ گفت مسکین کسی است که مال داره نه، گفت نه خیر، مسکین کسی است که نماز، روزه، حج، زکات همه چیز داده، حق از این را خورده، حق از او را خورده، این را دشنام داده، او را به عزت ساخته، در روز قیامت همین صف دراز استاد است که احمد ولد محمود در قاضی رب ذوالجلال است محاسبه میشه، بیا در مقابل رب ذوالجلال کسایی که این نفر حقش خورده، کسایی که در حق ازی ظلم کرده، این اختطافچیایی که زور دارن، این دزدایی که زور دارن، این قماندانایی که زور دارن زمینای مردم به زور میگیرن، در روز قیامت در مقابل رب ذوالجلال استاد میشی و از یک یک بسو زمین مردم جواب میتی، از یک یک رفع مال مردم جواب میتی، تو رشوت خوره که باز از پیسه رشوت حج میری، تو خاینه که از پیسه حرام زمین مردم تو باز حج میری و خیرات میکنی، باز خدا مسلمان میگیری. پرسان که از علما که در زمین غصبی که تو خانه غصب است، تو هر شب صد رکعت نماز نفل میخوانی، الله برات قبول نمیکنه، خدا فریب میده، فریب است. مال از این خورده، او را دشنام داده، او را بد گفته، او را مسخره ساخته، او را بعضی کساس یک گپ میزنه، یک نیش خدا صبح که میرسانه در قلبت مثل شمشیر وارد قلبت تاثیر میکنه، مثل امور تا دیگر جگر خون هستی و واضی جنابه که تو را نیش رسانده، گپ زشت تو را گفته، قلبن تو را آزرده ساخته، باز خودش سر نماز نفل الله اکبر نفل کرده. الله در روز قیامت اول حق بنده خود از پیش انسان میگیره. پس خودسازی در دادن حق دیگرا در معاملات. بسیاری کس هست، ما چندین مرتبه شیشتیم در مجالس مردم، خوب صاحب آدم بزرگوار دیندار گفته که دینمی اولیم اونو دو اتاق مهر سنویم و نشته کردیم. دیگر روز خانه را فروخته، حالا تو خود دو اتاق در مهر از اون هم شکدی خواست میراث خلاص شد، برای زود دیگه که دادی دیگه در این در میراث داخل نمیشه. یا یک دفعه صاحب و دیگه را ببینی که قطعش بویی که برادر ای خود در مهر از او هست، ای خود میراث از این زن هست، ای خود حق فلانی نفر میشه، یا یک دفعه صاحب این لنگیر صاحب از سر کشیده در کمر بسته میکنه که حق میخواه؟ که میراث میخواه؟ بابا در دینداری خود تنها در صف مسجد نیست که تو دینداری میکنی، تو باید دینداری در حق دیگر هم باشی، میفهمی که یک روپی مال یک کسی از در روز قیامت محاسبه میشی. پس انسان باید در مسائل معاملی خود با دیگر سیست، مرا فریب دادی نوش جانت، مرا فریب ندادی خود فریب دادی، سیست که زمینی مرا گرفتی، خانه مرا گرفتی، خود فریب دادی، صحیح است که من مظلوم هستم، صحیح است که من صدا ندارم، صحیح است که مثلا من چاله یاد ندارم، صحیح است من بیابی رو یاد ندارم، صحیح است به خاطر آبروی خود روی خود پد گرفتم، تو دو زده میری و مال مرا غصب کرده میری و در روز قیامت الله جل جلاله دانه تو را که در زنجیرها بسته میکنه و حق مرا از پیشت میگیره. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. تو در اینجا مال مردم بخو، باز اونجا در جنت برو، خون ناحق دست
از دامان قاتل بر نداشت، خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت. دیده باشی لکه های دامن قصاب، مثل که دامن قصاب از دور معلوم میشه که گوسفند کشته، دامان قاتلین، دامان جنایتکارا، دامان خیانتکارا، دامان وطن فروشا، دامان دوستای امریکا در روز قیامت با خون از این ملت تر میشه و او شهیدای اسلام از یخنش میگیره. امروز ساتوکت امریکایی و قدرت بگی و چوکی بگی و بگو که من نواسه فلانی هستم، تو نواسه فلانی هستی به خاطر ازی هستی که در مقابل انگلیس استاد شده بود، نه که امرای انگلیس استاد شده بود. آیا تو که نواسه او کسی هستی در موقف امو پدر کلانت هستی که امروز به نامش افتخار میکنی؟ حاشا و کلا، ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. حالا بسیار مردم ها هستند، من نواسه وزیر اکبر خان هستم، من نواسه میر بچه خان هستم، من نواسه فلان میر مسجدی خان هستم، من نواسه فلانی هستم. به خاطر چی افتخار میکنیم؟ به خاطر ازی که اونا در مقابل انگلیس استاد شدن، انگلیس شکست دادن، امروز نواسه اش افتخار میکنن. نمیگیم که امروز من نواسه شاه شجاع خان هستم، نمیگیم که من نواسه کارمل خان هستم. امیر نواسه کارمل هست در کابل، لیکن از شر نمیگه من نواسه ایش هستم. نواسه شاه شجاع هم هست لیکن خجالت میکشه. لیکن وقتی که تو نواسه از اون مجاهدین هستی، خودت در کدام موقف قرار داری؟ در موقف اونمو پدر کلان قهرمانت که نواسایت باز نامت یاد بگیره، باید در موقف کسی هستی که باز نواسایت سرت لعنت بگیره، بگه این پدر کلان ما امروز نواسه شاه شجاع سر شاه شجاع لعنت میگن. خوشش نداره، از نامش خجالت میکشه. پس ما تو چی موقف هستیم؟ این حال معامله ما در معامله با وطن خود، با مردم خود، با اقارب خود، خودسازی بکو برادر مفکر. چی معامله داری با وطنت؟ چی معامله داری؟ والا زب یک $500 که دادم 16 قسم میرخصم بر خارجی. انسان مفکر با فکر با اندیشه با ایمان فروخته نمیشه، تسلیم نمیشه به دشمن های اسلام، چون میفهمه که وطنم سر من حق داره، وطنم سر من حق داره، اتو حق داره که من به خاطر دین خود و به خاطر حفظ استقلال وطن خود خون خود بریزانم، نه که سر وطن خود و سر استقلال وطن من معامله بکنم و امضا بکنم و واسه غندی خیر بشینم و بگم من مسلمان هستم. و کل یدعی حب لیلا، یک شاعر عرب چی میگه؟ کلگی میگه که ما لیلا را دوست داریم، لکن میگه پشت ازی گفت نگردین، عاشقای لیلا زیاد است، برین از لیلا پرسان کنین که کی را خوش داره. هر کس میگه من مسلمان هستم، من موقف مثبت است، من دوست الله هستم، لکن از الله هست، کتاب الله پرسان کو که کتاب الله بیان میکنه که کی دوست الله هست و کی دشمن الله هست. لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مؤمن کافر ولی خود دوست خود نگیره. چطور در وطنت جای میتی، برش پایگاه جور میکنی، برش امضا میکنی، خوشحالم هستی و باز میگی که من دوست الله هستم؟ خودت از اقل همین گپای خود با قرآن سر بده، پشت گپ من نگرد، گپای من هیچ، پشت گپ هر کس نگردین، قرآن بخونین جوانای عزیز، بخون قرآن، ببین که قرآن چی میگه که کت کفار دوستی بکن. قاری صاحب خالد هست اینجا؟ تو بیا قاری صاحب خالد، آیا کدام آیات قرآن برای ما در دوستی کفار چی میگه؟ اینی حافظ قرآن است، من خود قرآن حافظش نیستم، لیکن ببینیم که اینجا دیگه طرف استاد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رجیب دوستی سو آیات نامده به دشمنی زیاد آمده. از جمله آیاتی که استاد خواندن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. خطرناکتر از این آیت دیگه از سپاره 6 سوره مائده که الله جل می فرمایه یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ترجمه یا ایها الذين امنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا، نگیرین، الله میگه نگیر، الله میگه نگیر، اليهود والنصارى اولیاء، الیهود و النصارى، یهود و نصارى را چی نگیرین؟ اولیا، دوستتان نگیرین.
بعضهم اولیاء و بعض و من بعضهم اولیاء و بعض. یهود دوست نصارا است، نصارا دوست یهود است، امریکا کتی اروپایی ها دوست است، اروپایی ها با امریکایی ها دوست است، امریکا از اسرائیل حمایت میکند، یهود اسرائیل است، اسرائیل امرای پس الکفر ملت واحده، اونا کلشان یکی دیگهشان پیمان ها دارن، پیمان های استراتژیک دارن، با امرای خود یک جای آمدن و میخواین که مسلمان ها را خفک بسازن. اونا دو یکی دوست دیگه هستن. تو چطور دشمن الله را الله میگه که دوست نگی؟ و من یتولهم منکم فانه منهم والله لا یهدی القوم الظالمین. این فیصله الله جل جلاله است. و من یتوله منکم سایک الله جل جلاله میگه هر کسی که دوستی بگیره ناتو و امریکا را، یهود و نصارا را، اسرائیل را، سیزنه الله جل جلاله میگه که از صف ما خلاص شد. فانه پس این مردم در کدام لیست داخل میشه؟ سیست نه؟ علی خو حداقل یه آیت قرآن سر ما حق نداره که بر مردم برسانیم؟ در والا گردنتان بسته که امشب رفتین سرزمی آیت شریف، سرزمی آیت شریف یک ده دقیقه فکر نکنین. وعده میکنین سرزمی آیت یک ده دقیقه فکر میکنین؟ دستانه بالا کنین. آدرس شما برتان میتونم؟ آیتش خود دقیق بیادم نیست. سوره مائده سپاره 6 در ثلث سپاره 6 است. ای آیت حق داره که شه و ده دقیقه سر از آیت شریف فکر کنین، بخوانین ترجمه شه و فکر کنین ببین که آیت شریف چی میگه. هیچ گپ هیچ عالم و مولوی میار نیست، میار آیت قرآن است. نشته که این سپاره 6 سوره مائده آیات 51. یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ترجمهش فکر کنید. یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان. کی میگه اي مؤمنان؟ الله جل جلاله میگه اي مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يهود و نصارى را دوستانتان نگیرید. بعضهم اولیاء و بعض، بعضی از یهود و نصارا اولیای بعض دیگه هستن، یعنی یک کافر دوست کافر دیگه است. و من یتولهم منکم و هر کسی که دوستی بکنن با امرای این کفار از جمله شما، و من یتولهم و من و هر کسی که یا تولهم دوستی بکند با امرای ایشان منکم از جمله شما، الله جل جلاله حکم میکنه فانه پس اینمی شخص منهم در جمله کی هست؟ در جمله یهود و نصارا است. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه قوم ظالم. آیت 51 سوره مائده سپاره 6. اینال در هر تفسیری که میخواین سعی میکنین، تفسیر کابلی رو سعی کنین، معارف القرآن رو ببینین، انوار القرآن به فارسی است چیز کنین، زلال القرآن در فارسی است، حداقل در می آیت شریف یک کمه که کارخانگیتان صحیح نه؟ کارخانگیتان که یک ده دقیقه پانزده دقیقه در سر آیت شریف شما فکر کنین، بگیرین، بخوانین. باز خودتان انسان مفکر همیست که تحت تاثیر کسی دیگه نباشه، بلکه خودش قرآن بخوانه، اقوال مفسرین بخوانه و بالاخره حق خودش پیدا بکنه و بفهمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. آیت شریف دیگه که مستقیما سپاره سوم سوره آل عمران آیت 28 الله جل جلاله چی میگه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. نگیرن مؤمنان کافرها را دوستای خود من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنا، یعنی بغیر از مؤمن حق نداری که ولی و دوست کافره بگیری. و من يفعل ذلك، خب یک کسی میگه خی یا الله، اگر کسی که می کار کرد چی حکم داره؟ الله جل جلاله میگه که و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، استغفر الله العظيم، فليس پس نیست، من الله از جانب الله در چیزه، یعنی در لست بنده های مؤمن الله نیست، خلاص است. فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر ای که شما وقایه بکنین خود را با وقایه، یعنی از کفار، از دوستی کفار، از محبت با کفار، تا که خدا وقایه بکنین. و یحذرکم الله نفسه، و یحذرکم، و الله سبحانه و تعالی می ترساند شما را، و یحذرکم الله نفسه، الله شما را از خود می ترساند که اگر کاری را کردین مخالف امر من، عذاب دوزخ در انتظارتان است. و الالله المسیر، فکرتان باشه که همیشه در دنیا نیستین، همیشه زندگی نیست، همیشه کفار نیست، بازگشتتان به سوی الله جل جلو است. انسان که این آیات قرآن مشکلی است که دشمنای اسلام مردم در وقت شانیه را مصروف ساخته، یک تعداد جوانا را در خنده بازار مصروف ساخته، یک تعدادش صاحب در ستاره، یک وقت ستاره افغانستان سید جمال الدین افغان بود، او وقت مردم افغانستان در کل دنیا افتخار میکردن. امروز ستاره افغان از او کده که لچک و لندغر نیست، او رو بر ما ستاره جور میکنن. یا ستاره افغان نیست، یا ستاره استعمار است، و استعمار عرب ها استحمار میگن، خرسازی، فهمیدین؟ یعنی یا ستارای استحمار هستن، تحت تاثیری از اونا رفتن. اگر نیکت از اون دان کجش استحماق، اینه ای صاحب اختراع خوجسه. ستارای استحماق یعنی احمق سازی. آیا یک جوان با فکر ستاره لبدگی میشه؟ امی کسی که تروالا ستاره افغان یا خنده بازار شده، نواسایش چی خواهد گفت؟ خواهد گفت ای بابا کلان در غضب خدا شید، ای خدا دی غرقه کرد. خب آیت شریف دیگر رو ببینین، آیت قرآن رو بخوانین، خیر است بخوانین، باز خودتان تصمیم بگیرین. ما قوی اجرایه نیستیم، ما فقط براتان راه را نشان میتیم، به هر طرفی که حرکت میکنید خودتان، حرکتتان و دست خودتان است، و موقفتان وظیفه خودتان است، ما کسی را موقف نمیدیم، بلکه فقط آیات قرآن را میخوانیم تا که بفهمه. روز قیامت میخواییم که دستان در خانه ما نباشه. سپاری اول سوره بقره آیت شریف 120، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بخوان قریسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك
الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم. أي آية الشريف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خطاب به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است و خطاب به کسایی است که پیرو واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. قرآن فکر میته، اندیشه میته، برات میگه تو جوان با فکر مسلمان. لن ترضا با این خیلی اسم اگه اون زره گپای اختصاصیان بگویم، ولن ترضا لن علما میگن به معنای هرگز است. یک نفر هم میگه که پیش یک عرب وقتی که بری برش بگوی که امشی معایی لسوق، به همراه ما به بازار برو، او برد میگه لا امشی نمیرم. اما اگر برد گفت که لن امشی، هرگز کتی در بازار نمیرم. قاطی الله جل جلاله میگه نگفته که ولا ترضا عنك اليهود ولا النصارى، راضی نمیشه، گفته ولن یعنی هرگز ابدا، ولن ترضا و هرگز از تو راضی نمیشه اليهود یهودی ها، اسرائیل هرگز از تو راضی نمیشه تا که حکومت اسرائیل به رسمیت نشناسی، تا که سفارت اسرائیل در وطنت باز نکنی، ولن نصارا و همچنان نصرانی ها تا چه وقت راضی نمیشن؟ حتی تتبع ملتهم، تا وقتی که شما دین از اونا را مطابقت نکنید و پیروی از دین از اونا خارج شدن از اسلام است. عبدالعظام شهید چی میگفت؟ عبدالعظام شهید میگفت اگر کدام وقت دیدی که یک یهودی یا نصرانی از تو راضی بود، توصیف تکرد You're very good, Kari. I like you. You're very sweet. بسیار شیرین هستی. عبدالعظام شهید میگفت که شما در ایمانتان تجدید نظر کرد. حتما کدام کار کفری کردی که او از تو چی شدن؟ از این خواهد میگه ولن ترضا عنك اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملت. یک مفسر دیگر هم خواندم، بسیار جالب امی جمله رو ترجمه کرد، گفت که ولن ترضا عنك اليهود ولن نصارا، هست تو یهود و نصارا راضی نمیشه حتی تتبع ملتم، حتی اگر در ملت در دین شان بری از پیش راضی نمیشه. یعنی بسیاری کساره یه درس‌های بعدی ما به شما خاتمت انشاءالله اگر زندگی بود که رئیس مشنرها یا هم کسانی که در افغانستان مردم در جهان میخواین نصرانی بسازن، بازی بردم و دعوتگرهای خود گفته بود که اگر شما به این فکر هستین که مسلمان نصرانی بسازین، این بسیار حماقت شماست. ما نمیخواییم که مسلمان نصرانی بسازیم، ما میخواییم که مسلمان از اسلام بکشیم، در دین خودم داخل نکنیم. یک انسان متزلزل لا اله اولای ولا اله اولا که بازو نه در قصه وطن خود باشه نه در قصه دین خود باشه، فقط برش یک چند رو پیمیتیم او رو هم تا وقتی که به درد ما میخورد، دیگر از که به درد ما نخورد، صدام حسین ما رو خود ما به دست خود میکشیمش. صدام حسین تمام برنامه های امریکا رو تطبیق میکرد، تمام روز قوم پرستی و کارهای زشت میکرد. حتی یکی از علامات کفر صدام حسینی بود که قرآن که تو خون خود نشته کرده بود. سبحان الله، نگم بگید اینا لله و اینا الیه راجعون. اینه من خودم در تلویزیون الجزیره کسایی که ارتباط داشته باشن به خاطر از اینکه خدا نشان بده که من بسیار شجاع هستم، باز خونش رو میگرفتن در یک بوتل که چیز رو عبدالگام گت میکردن،
باز کردی و خون نجس است. علما گفتن که چون خون نجس است و با خون آیات قرآن رو شکردن هزل و استهزا و توهین به قرآن است، از این خاطر گفتن کافر است. همین تاویز که میتن بیچاره چرا کافر میشن؟ پینجار برای تاویز خود میگیرن؟ پینجار پیر در پینجار برای تاویز خود یک مسئله شرکی رو نمیشن میکنن، یا قرآن کت خون و کت چتلیه و کت مرداریه نمیشن میکنن، یا قرآن بر جان مقابل میده خیر است قرآن ما بر تو دیش آیات قرآن نشه کردن یک کم بعد تشناب کرد ببر. وقتی که آیات قرآن در کاغذ نشه کرد تو زیر دیگه یکش بند کرد نی دیده نی داری دا داره پیه چک و شک شام دست شست ای بچه ایم پشت دروازه را سهل کن، اگر در زیر دروازه یک دانه چکش ماندگی است یک دانه دیگه که خوبش هست امور دوزی کن. پشت خانه که مداها مدایی مداگری میکردن این حال اومدا چرا کافر میشه؟ به خاطر از اینکه دار به یک ورقه چاپ کرده در ورق نام الله هست، آیات قرآن است، او را در قوت یک میپرده ای را باز این نفر دیگه در گردن اشتک خلاویزان میکنه و اشتکش باز اینه میره گرفته میره در تشناب و آیات قرآن در تشناب در کسافت دانی در مرداری از گردن اشتک مفته. باور کنید یک روز خانم میمان آمده بود همین چیزش تاویزش در تشناب در کمود افتاده بود، وقتی گره کشیدن که واس کردن که کلش آیات قرآن است. در خانه خود ما میمان آمده بود، خدا هدایتش کنه. به هر صورت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم خلقوا. قل ای پیغمبر بگو برای مردم ان هدى الله هو الهدى، هدایت الله و هدایت است. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، خطاب برای پیغمبر خداست مستقیما برای پیغمبر میگه که اگر ای پیغمبر ولئن و اگر ای پیغمبر ای محمد اتبعت متابعت کردی اهواءهم خواهش های دشمنای اسلام بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه بر تو قرآن آمد، حالا فهمیدی ما لک من الله من ولی ولا نصیر، نه دوست و نه نصرت الله از تو قطع میشه. از رسول خود بر رسول خود الله یک قسم اختار میده، فکرت باشن که پیشنهاد و خط و مش کفاره متابعت نکنی، حق نداری تو پیغمبر. از این خاطر پیغمبر دندانایش مشک است اما تسلیم کفار ابو جهل نمیشد. از فرقش آنقدر سنگ میخورد که ابو پاپوشای مبارکش هم از خون پر میشد، لکن باز هم تسلیم خواسته های کفار نمیشد. ما تو چه قسم امت پیغمبر صلی الله علیه و آله هستیم که تابال قرار شیشتیم؟ آواز میگه که والا ما برای پیغمبر یه آیت قرآن نازل شده. ای پیغمبر یهود نصارا از پیشت هرگز راضی نمیشه، با چالا و فریبا ازا بازی نخو، ولیکن اگر پیروی کردی باز دوستی و نصرت الله از تو قطع میشن. پس ای آیت قرآن تا روز قیامت خطاب بر هر مسلمان است. الله جل جلاله بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که ان شاء الله تعالی پروردگار ما کفار دوست نداریم. بگوین بگوین نداریم. پروردگار ما دیمی خانه تیری قرآن به دست ماست، از موجودیت قوتهای خارجی در افغانستان راضی نیستیم، حمایت خود نمیکنیم راضی هم و از کسانی که با همراه اینا دوستی میکنه از او هم راضی نیستیم. و میگیم پروردگارا اگر کسایی تا امروز بازی خورده بود و این گپا را نمیفهمید دوستی کرد، الله هدایتش کنه. و اگر بعد از فهمیدن این آیات قرآن به ضد ما موقف میگیره و ما را ملامت میکنه و آیات قرآن را قبول نمیکنه و میگه که این آیات از وهابی است، صحیح نیست؟ این قرآن وهابی است، صحیح نیست؟ الله جل جلاله خودش در صفه کسای حشر بکنه، خودش همه تا از پیش انتقام بگیره، مثل که از فرعون و هامان و شداد و نمرود و کمونستای رهبرای کمونستای افغانستان کرد که ذلیل شدن و خوار شدن و اینمی قسم مثل قذافی وارد زیر پای مسلمان ها لغت مالش بکنن. قذافی هم یک وقت که حکومت قذافی تیر میشه من سرکش، یک عسکرش آمد ریش مرا گرفت به فیچتلی را پاک. و روز دیگه دیدم که الحمدلله امو جوانای مسلمان ات زیر لغت خود نفسش کشیدن که دیگه اون در انترنت نشته کنین قذافی ات اکس ها برد بیه که دلتا یخ کنه.
الله جل جلاله از بهشان انتقام بگیره در افغانستان، هم کسانی که به این خاک دشمنی میکنن، کسانی که به اسلام دشمنی میکنن، کسی که نمیفهمه قابل هدایت است الله هدایتش کنه، و کسی که قابل هدایت نیست و دشمنیش از کفر است به خاطر که دوستی با کفار میکنه و با قرآن مخالفت میکنه، الله اونم تو ذلیل بسازش، مثل که این می دشمنای خدا ذلیل ساخت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. آدمی را سجده کن، توقع لعنت در جهان از بحر شیطان آفرید، آن خداونده که در دل نور ایمان آفرید. در شب تاریک بنگر ماه تابان آفرید، آن خداونده که در دل نور ایمان آفرید. در شب تاریک بنگر ماه تابان آفرید. آدمی بیچاره را بین، گرز بحری گندمه کرد از جنت بیرون، پیری دهقان آفرید.